رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد. با درود به بینندگان عزیز تلویزیون میهن تیوی و تشکر از مهمان این برنامه جناب پروفسور الله‌یار کنگرلو. من مرتضی انواری هستم و از اندیشکده آوای آزادی، از دیدگاه اندیشکده آوای آزادی این برنامه رو اجرا میکنیم. فقط اندیشکده هیچ گونه دخالت در مبارزات سیاسی و به عنوان یک حزب رفتار نمی کنه، ولی هدفش، یکی از اهدافش، انعکاس صدای آزادی خواهی مردم ایران هست و هدف دومش حمایت از اون و بعد هم مقابله با گفتمان دروغ جمهوری اسلامی. این برنامه امروز جمعه دوم سپتامبر 2022 تهیه شده و امیدوارم که بتونیم جزء کوچکتری از قطعات کوچکتری از این برنامه رو در سوشال میدیا تقسیم منعکس کنیم. و از جناب کنگرلو که واقعا یک دانشمند، یک استاد، یک فرد سیاسی، یک فرد فلسفی هستند، بسیار ممنونم که در این برنامه شرکت کردند و منم سوالام بسیار متفرق خواهد بود و به علت آشنایی با افکار ایشون این سوالا رو می‌پرسم. جناب استاد، شما به ما بگید که چگونه یک ساینتیست، یک استاد، یک محقق، یک به قول معروف فیزیک، متخصص فیزیک مغناطیسی به سیاست رو میاره؟ چی میشه در یک کشوری که نخبگانش، فرهیختگانش به جای اون انرژی خدادادی که در این افراد وجود داره رو میارن به مسائل سیاسی؟ شاید این بتونه یه مقدار روشن میکنه که وظیفه اجتماعی ما به عنوان پابلیک سرویس، که نه تنها وظیفه نگهداری خودمون را داریم، یک سری حالا وظیفه نمیخوام بگم، یک سری مسئولیت هایی نسبت به اجتماع دارید. این گذر رو اگر ممکنه کوتاه در عرض 4 دقیقه بفرمایید، خواهش میکنم. بله دکتر انواری، خیلی متشکرم از اینکه من دعوت کردین به میهن تیوی و من باید در پاسخ به پرسش شما بگم باور کنید که من نمیتونم بفهمم چطور یک ساینتیست، یک دانشمند میتونه از مسائل سیاسی دور بمونه. یعنی کار سیاسی کردن اونقدری غیر طبیعی نیست برای یه دانشمند که کار سیاسی نکردن. من یه کتابی در دست تهیه دارم به نام یونیورس، یا اسم دیگرش هست ذات هستی. تو این کتاب من به این مسئله میپردازم که این کتاب یه شبیه تمام کتاب‌های آسمانی، کتاب‌های مذهبی که با پیدایش جهان هستی شروع میشن، بعد یکی 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 میرسن به پیدایش انسان‌ها و بعد چطوری جوامع باید اداره بشن. یعنی یک نمونه علمی هست از پیدایش جهان هستی تا به امروز، تا امروز همین لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، به این ترتیب که اون شکلی که اون روایتی که علم میدونه با شواهد و قرائن به ما نشون داده که چه شکلی دنیا به وجود اومده، از هیچی به همه چی پیوسته و چطور اون ذرات اولیه در 380 میلیون سال اول به چه شکلی تحت چه قوانینی به هم پیوستن، بعد کهکشان ها و ستاره ها وجود اومدن و در این گوشه از کهکشان راه شیری یک ستاره به نام خورشید که اطرافش چند تا سیاره دیگه بوده، بعد یکی از این سیاره ها شرایط برای پیدایش حیات فراهم شد و این شرایط در ظرف چندین میلیارد سال به انسان به موجود پیچیده‌ای به نام انسان انجامید. و بنابراین به این شکل نگاش کنیم، همین من 13.8 میلیارد سال تاریخ پیدایش جهان هستی رو برای شما در حدود 30 ثانیه گفتم. به این شکل اگه نگاش کنیم، جهان هستی یک کارخونه است، درست مثل کارخونه تسلا که محصول نهاییش اتومبیل تسلا است، خودرو تسلا است. تمام این کارخانه در خدمت محصول نهاییه و محصول نهایی بسیار پیچیده تر از تمام اجزاییه که در درون این محصول نهایی به کار گرفته. حالا محصول نهایی کارخانه طبیعت انسانه. انسان عالی ترین محصول طبیعته. تا اونجایی که ما تا حالا تونستیم با محصولای دیگه با
موجودات دیگه مقایسش بکنیم. و عالی ترین محصول واقعا انسان هم نیست، بلکه ذهن انسانه، ولی که ذهن انسان یک پدیده ای که بعد از بدن انسان به وجود اومده و پیچیدگی خاصی رسیده که این ذهن انسان قابلیت اینو پیدا کرده که تمام دستاوردهای علمی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی که می‌بینید دستاورد ذهن انسانه. حالا سیاست یعنی مسئله رتق و فتق امور زندگی انسان‌ها. اگر این هم این پدیده، این مسائل اجتماعی یا سیاسی هم یک قسمت از طبیعته، ما نمیتونیم یک قسمت از طبیعت خودمون رو بگیم که من همه طبیعت رو میفهمم، ولی به این قسمت که رسید کار یه عده‌ایه که این آدما اسمشون سیاستمداره یا مثلا سیاسی کاره. البته یک قسمتی از سیاست در دانشگاه ها به نام فلسفه سیاسی یا علوم سیاسی تدریس میشه که من شخصا خیلی بهش علاقه دارم، به نظر من جزء علومه، بایدم مثل علوم باید ریاضیات و آمار درش وجود داشته باشه. و من موقعی که شروع کردم به یاد گرفتن در مورد علم سیاست و فلسفه سیاسی واقعا حیرت زده شدم که چقدر نزدیکی داشت با اون نوعی که ما علم فیزیک رو استفاده میکنیم که دنیای مادی رو بفهمیم، علم پزشکی رو استفاده میکنیم که حیات رو بفهمیم و زندگی و بدن انسان رو بفهمیم، و روانشناسی و نوروساینسی که من کارم هست رو استفاده میکنیم که ساختار ذهن انسان رو بفهمیم. همه اینا، این متدولوژی و روش شناختی که برای ما یاد گرفتیم چطوری کاوش طبیعت رو قانونمندش بکنیم در علم سیاست هم به کار میره. و من واقعا جای تعداد زیادی از دانشمندان و متخصصین ایرانی رو در رشته‌های مختلف توی سیاست خیلی خیلی خالی میبینم. درود بر شما، خیلی ممنون جناب دکتر. یه ذره برگردیم به مسائل روز. دو سه واقعه هست که اتفاق افتاده، یکی اتفاقات سیاسی عراق هست و نقش جمهوری اسلامی که سالها سرمایه گذاری کرد برای نفوذ در عراق و حالا هم شرایط معلوم نیست به کدوم جهت میره، و یکی دیگه مسئله بین المللی دیگری که ایران درگیره، برجام. اینا رو از لحاظ وقایعی که از درون ایران به بیرون نگاه میکنید و این جمع رو در کل روابط بین المللی با توجه به جنگ تحمیلی به قول اینا روسیه بر اوکراین چطوری ارزیابی میکنید؟ من معتقدم که حمله روسیه به اوکراین یک پنجره و یک فرصت تاریخی برای ایران ایجاد کرده. راستش رو بخواین معتقدم نه تنها برای ایران، بلکه حتی برای جمهوری اسلامی هم یک فرصت طلایی ایجاد کرده که جمهوری اسلامی در حال حاضر در یک جنگ بقا، در یک تنازع بقا درگیره. خودش هم خوب میدونه، این اتهام نیست من میزنم، تمام شرایط و قرائن برمیاد که جمهوری اسلامی در ظرف 43 سال گذشته قابلیت اینی که منابع ایران رو، منابع انسانی ایران رو، منابع اقلیمی ایران رو، موقعیت سوق و جشی ایران رو و این فرهنگ عظیم ایرانی هایی که علم دوست و فلسفه دوست و این تاریخ بزرگی که ما داریم و منابع زیرزمینی از قبیل انرژی رو، منابع انرژی رو نتونسته استفاده بکنه تا یک جامعه بسازه بهتر از جامعه زمان پهلوی. این اتهام نیست، واقعیته. با اعداد و ارقام لخت اوریان میشه اینا رو نشون داد. حتی سردمداران جمهوری اسلامی هم هر از گاهی در این مورد صحبت میکنن. این فرصت تاریخی که ایجاد شده برای این فرصتی که جنگ اوکراین ایجاد کرد و اروپا سفت و سخت بیخ گلوی روسیه رو گرفت و حاضر شد، روسیه جنگ اوکراین رو به این خاطر شروع کرد که قمار کرد که چون در ظرف 10 سال گذشته اروپا شدیداً از نظر منابع انرژی به روسیه وابستگی پیدا کرده، محاله اروپایی‌ها در قبال این عمل روسیه یک عکس العمل شدیدی نشون بدن، ولی کور خونده بود. عکس العمل شدیدی نشون دادن هم آمریکایی‌ها و هم اروپایی‌ها و ارتش اوکراین رو مجهزش کردن به سلاح‌هایی که داریم می‌بینیم هر چقدر آهسته ولی داره جنگ رو می‌بره. و اگر جنگ رو ببره روسیه، حداقل پوتینی دیگه در روسیه باقی نخواهد بود. روسیه اون گذار به دموکراسی رو که قرار بود بعد از سرنگونی کمونیسم در روسیه باید انجام می‌شد رو که پوتین مشخصاً نذاشت، اون موقع انجام خواهد شد. بنابراین روسیه مدافع درجه که جمهوری اسلامی سرش گرم مشکلات خودشه
و اروپا به شدت و به جدیت دنبال جایگزین کردن منابع انرژی نفت و گاز روسیه میگرده و متاسفانه یا خوشبختانه تنها کشوری که ذخایر دست نخورده داره و منابع عظیم قابل مقایسه با روسیه داره ایرانه. بنابراین این قرعه به نام ایران افتاده که جایگزین نفت روسیه بشه. همین حقیقتی که من میفهمم، شما میفهمیش، علی خامنه‌ای هم میفهمیش و بدا به حال علی خامنه‌ای، مردم ایران هم خوب میفهمنش. این مسئله فشار بسیار زیادی رو، فشار روانی بسیار زیادی رو روی سیاستمداران جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، برای اینکه میدونن که در ذهن مردم ایران اگر اجازه بدن این فرصت از دست بره و نفت و گاز ما همچنان در محاق تحریم ها باقی بماند، بعد اون وقت اون کبریتی که این خشم روزافزون مردم ایران احتیاج دارن تا شعله ور بشه تا جمهوری اسلامی رو نابود بکنه، این کبریت میشه عدم اقدام جمهوری اسلامی برای لبیک گفتن به نیاز اروپایی ها. اروپایی ها یک پکیج بسیار بسیار نون آبداری رو روی میز به جمهوری اسلامی ارائه کردن، یه پروپوزال روی میزه، یه پیشنهادی روی میزه که جمهوری اسلامی تا سال 2050 بشه تنها عمده ترین تولید کننده نفت و گاز اروپا. یک قرارداد 1000 میلیاردی یا 1 تریلیون دلاری روی میزه و حاضرن نفتای 100 میلیون بشکه نفت سرگردان ایران رو روی دریاهای دنیا همین فردا پولشو بدن. 7 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردن، بشکه 70 دلار. جمهوری اسلامی داره باهاشون چونه میزنه که بیشتر بهشون بفروشه، ولی این 100 میلیون بشکه میتونه بلافاصله تو بندر هامبورگ تخلیه بشه و مسئله زمستان 2022 و 2023 رو برای آلمان حل بکنه. آلمان فشار زیادی داره روی جمهوری اسلامی میاره، از طریق آمریکا رو مجبور کرده امتیازاتی به جمهوری اسلامی بده در قبال تحریم ها که در قبال جمهوری اسلامی حاضر باشه این مسئولیت رو پذیره. متاسفانه دیدیم که امیر عبداللهیان به خاطر این پیشنهاد و فشاری که از طرف اروپایی روش هست رفته از اربابش دستور بگیره. جمهوری اسلامی در این حال داره سعی میکنه یه مقداری تو عراق آشوبهایی را بیاندازه که احتمال خارج کردن نفت عراق رو از مدار نفت اوپک ایجاد بکنه که یه مقداری مسئله گم بشه توی اونجا و اروپایی‌ها وحشتشون از این، یعنی مسئله نفت ایران مسئله نهایی نفت جهانی رو حل نکنه. در اصل جمهوری اسلامی تا اونجایی که امکان داره داره سعی میکنه موضوع رو عوض بکنه، ولی وظیفه ماست، مایی که به رسانه دسترسی داریم، که این مسئله رو برای مردم ایران واضح و مبرهن و روشن بکنیم که یک همچین پروپوزال روی میزه و اگر جمهوری اسلامی به این پروپوزال نبگه یک فرصت تاریخی رو برای 100 سال آینده از ملت ایران دریافت کرد. با تشکر مجدد از شما، جمهوری اسلامی درسته از بیرون با به اصطلاح فرصت‌ها و خطرهای مختلفی روبروست و شاید در بررسی توانایی ها و ضعف‌هاش هم در ضعف‌هاش پنهانکاری کنه و در توانایی‌هاش قلب کنه، ولی مشکل حرکت و جنبش جویباری مردم که از معلمان گرفته تا بازنشستگان گرفته و کارمندان کارگران شرکت نفت گرفته و مشکل آب گرفته، داره یواش یواش جمهوری اسلامی رو به زانو در میاره، داره میبرتش به یک مرحله. بالانس این فرصت هایی که شما اشاره کردید در غرب برای ایران فراهم کرده که به نظر میاد این فرصت ها به همین اندازه هم از طرف شرق به ایران ارائه میشه، ولی ایران به علت دشمنی فرضی خودی که خودش با غرب به این مرحله رفته، با توجه به این بالانس این نیروهای خارجی فرصتها و خطرها و جنبش مردم رو چگونه و افزایشی و چگونه این حرکت رو بررسی میکنید؟ برای این نکته بسیار ظریف و حساسی این مسئله که شما پیش کشیدید. از نظر من چین قدرت و قابلیت
و آینده اینی که بخواد وارد یک قرارداد 25 ساله با جمهوری اسلامی بشه نداره، روسیه هم نداره. شما با کسی قرارداد می‌بندی که مطمئن باشه طرف قرارداد 20 سال دیگه 20 حالا هر چقدر که مدت قرارداد هست اونجا هست و همین امکانات برآورده کردن تعهدات خودش رو به موجب قرارداد داره. چین، بین چین و آمریکا به نظر من داره یه طلاق اقتصادی انجام میشه. این طلاق اقتصادی الان هم شروع نشده. این طلاق اقتصادی رو 3 تا رئیس جمهور گذشته آمریکا همشون هر 3 تاشون سر این توافق داشتن، هرچند که در ظاهر با زبان‌های مختلف نسبت بهش صحبت می‌کردن، ولی منافع اقتصادی و استراتژیک آمریکا ایجاد می‌کنه که اون بیس، اون پایگاه مانیفکتچرینگ و تولیدات صنعتی رو که اجازه بدید از آمریکا به چین انتقال پیدا بکنه دوباره به آمریکا برگردونه. این تلاش به شدت در جریانه. الان شرکت‌های بزرگ آمریکایی نوتیس دریافت کردن، اخطار دریافت کردن از دولت آمریکا که باید کارخونه‌های خودشون از چین خارج کنن و یا در آمریکا یا در کشورهایی که از نظر امنیتی آمریکا میتونه امنیتشون رو تضمین بکنه. مشخصاً کارخونه‌های سازنده چیپ‌های کامپیوتری هستن که 5 تا کارخونه بزرگ حدود 20 میلیارد دلاری داره در 5 تا ایالت آمریکا. همین الان که من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم ساخته میشه. کمپانی اینتل، کمپانی TSMC که تایوان مانیفکتچرینگ سمی‌کاندکتور کورپوریشن هست و کمپانی IBM و کمپانی AMD، اینا کمپانی‌هایی هستن که دارن مانیفکتچرینگ بیسشون رو از چین میارن آمریکا به دستور مستقیم دولت آمریکا. و کمپانی دیگه هم هستن که در کارهای سازندگی تولیدات پایه‌ای شرکت دارن و اونا هم دارن مثل کمپانی فاکسکان که داره یک کارخونه بسیار بزرگ در ویسکانسین می‌سازه. بنابراین این طلاق اقتصادی به طور بسیار با چراغ خاموش در جریانه. به نظر من در 10 سال آینده بسیار بسیار عیان‌تر میشه. آمریکا تصمیم گرفته که چین رو سر جای خودش بشونه، برای اینکه چین قرار نبود که ناگهان سرمایه‌گذاری عظیمی توی تکنولوژی نظامی بکنه، تکنولوژی نظامی که بخواد آمریکا رو به چالش بکشه، مشخصا تکنولوژی ناوهای هواپیمابر، زیردریایی‌های اتمی، هسته‌ای و هواپیماهای دوربرد استراتژیک که چین علارغم میل آمریکا این کارو کرده و آمریکا این تصمیم جدی رو گرفته. بنابراین چین در ظرف 10 سال آینده به نظر من قابلیت اقتصادیش بسیار کاهش پیدا می‌کنه. قابلیت این که بتونه سرمایه‌گذاری عظیم بکنه و از پس تعهدات مالی خودش توی سرمایه‌گذاری‌های و معاهدات شبیه اونی که با جمهوری اسلامی می‌خواد امضا بکنه یا امضا کرده نمیتونه بر بیاد و برای جمهوری اسلامی خطای استراتژیک کبیریه، سترگیه اگر بخواد روی همچین چیزی سرمایه‌گذاری کنه و در روی آمریکا بسه. آمریکا داره دنیا رو یک دیوار آهنین دیگه‌ای داره میاد پایین بین آمریکا و چین و روسیه و در این دیوار آهنین آمریکا داره یارای خودش و شریکای خودش رو داره انتخاب میکنه. معاهده کواد و معاهده آکس رو آمریکا با روسیه، با انگلستان، با استرالیا، با هند و با اندونزی و ژاپن داره برقرار میکنه و آمریکا 100% روی این مسئله که چین رو محاصره نظامی دریایی بکنه، در صورتی که چین بخواد حرکتی برای علیه تایوان بکنه، این مسئله بسیار جدیه و به چینیان این مسئله گفته شده. بنابراین جمهوری اسلامی اگر در این امریکا ستیزی، غرب ستیزی، اسرائیل ستیزی خودش تجدید نظر نکنه، یعنی اگر در تحلیل خودش برای آینده 10 سال آینده، 20 سال آینده همون محاسبات اقتصادی، همون محاسبات اشتباهی رو که در گذشته کرده رو ادامه بده، این خطر موجودیتی که ناشی از نارضایتی مردم ایران هست رو مضاعفش میکنه به خاطر اینکه روی اسب مرده شرط بندی کرده. خیلی متشکرم از لطف شما. شما میدونم که از لحاظ فعالیت‌های سیاسی آشنایی نزدیک به نقش میدیا چه در داخل ایران و چه در خارج ایران و تأثیر اونها و تعدد میدیا که باعث کم شدن فوکس به یک مسئله شده و کم شدن اتنشن یا تمرکز بر مسائل هم هست، به طور کلی روندی که به اصطلاح رسانه‌های داخلی و خارجی، داخلی که اونها رو میگم که تونستن
مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی در چارچوب قوانین اونها نگه دارن و هنوز هم چیزهایی می نویسن، بسیار مطالبی درست میکنن که برای مردم آگاه کننده است و همچنین رسانه های خارج از ایرانی، خارج از کشور، و اتفاقا اگر بخواید به رسانه های خارجی در مورد مسائل ایران توجه کنید، نقش رسانه ها رو برای این تحول رسیدن مردم ایران به حکومت دموکراسی و آزاد چی میبینید و اگر کمبودهای یا به اصطلاح مسائلی هست که میدونین که بسیار موفق بوده لطفا اشاره کنید. بله، خوشبختانه هم شما هم من در قبل از اینکه این رسانه های فارسی زبان تعدادشون زیاد بشه در داخل سیاست بودیم و میدونیم که چقدر اینها ابزار بسیار مهمی هستن برای ارتباط برقرار کردن با مخاطبین اصلی که ملت ایران هستن، مخصوصا کشوری که 10% جمعیت تحصیل کرده و دارای توان اقتصادی بالاش خارج از کشور زندگی میکنه. این 10% ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنن خب دسترسی به جریان آزاد اطلاعات دارن در از طریق رسانه‌های کشورهای محل زندگیشون، ولی رسانه‌های فارسی زبانی که مشخصا به طور 24 ساعته به مسائل ایران می‌پردازن جاشون بسیار کم بود و امروز روز رسانه‌های پرقدرتی، مشخصا 4 تا رسانه پرقدرت و پرمخاطب که تونستن واقعا یک هیجانی و یک حرکتی در درون ساختار اپوزیسیون و حتی حرکات و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. مثلا رسانه منوتو به وسیله خاطراتی که در ذهن مردم ایران به وسیله آرشیوهای بسیار عظیم و غنی که داره نسبت به کارکرد خاندان پهلوی و زندگی مردم ایران در خاندان پهلوی، واقعا برای اون نسلی در درون کشور که ندیده بودن زندگی دوران پهلوی رو، براشون واقعا یک تداعی خاطره‌ای کرده که ایران 50 سال پیش چطور بود و ایران امسال چطوره. رسانه‌های دیگه که رسانه‌هایی که به وسیله وزارت خارجه کشورهای دیگه مثل صدای آمریکا، مثل بی بی سی اداره میشن، اونا مجبورن که یه مقداری در رابطه با سیاست‌های خطوط کلی سیاست‌های اون کشورها عمل کنن. مثلا من مشخصا ایران اینترنشنال میدونم که یک رسانه‌ای که به وسیله عربستان سعودی اداره میشه و مسلما ما از خودمون باید بپرسیم که عربستان سعودی به چه دلیل باید یک رسانه گران قیمت رو اداره بکنه. آیا عربستان سعودی عاشق جریان آزاد اطلاعاته؟ اگه عاشق جریان آزاد اطلاعاته، چرا جریان آزاد اطلاعات در درون کشور خودش اجازه نمیده؟ و خب مسلما این نیست، مسلما به خاطر این هست که جمهوری اسلامی رسانه های عربی زبانی که باعث ناپایداری حکومت عربستان سعودی میشن رو داره و اونا مقابله مصر کردن به وسیله رسانه شبیه ایران اینترنشنال، که ایران اینترنشنال رو به عنوان یک برگ برنده در لحظه نهایی که بخوان با جمهوری اسلامی معامله بکنن استفاده بکنن. برابر این همین نیت هایی که این رسانه های بزرگ درست میشه یه مقداری حوزه قضایی صلاحیتشون رو محدود میکنه به اون نیازها و خواست ها که اون دارندگان اصلی و حامیان اصلی مالیش ازشون میخوان. و من خودم هم در درون رفتار و در کسانی رو که به عنوان متخصص میارن میبینم که واقعا از یه تحلیل های خاصی فراتر نمیرن. به نظر میرسه که این تحلیل هایی که مثلا شبیه همون حرفی که من و شما در 10 دقیقه گذشته زدیم، تحلیل هایی که واقعا عمق و قابلیت پیشبینی دراز مدت داره، من در این رسانه ها نمیبینم. حالا نمیدونم ناشی از محدود بودن کادر متخصصینشونه یا عمدیه یا سهویه، ولی با وجود این، با وجود محدودیت هایی که در حوزه قضایی صلاحیتشون هست، به نظر من کار بزرگی کردن و محبوبیت متناسبی هم پیدا کردن. ولی اون رسانه هایی که مورد علاقه من هست، رسانه های شبیه همین رسانه هایی که شما دارین الان استفاده میکنین، رسانه هایی که به وسیله ایرانیان وطن پرستی که از منابع مالی خودشون استفاده میکنن و بنابراین میشه گفت که رسانه ای نیست که تمایلات یا امیال فرامرزی داشته باشه که خواسته ها و اهداف یک کشور دیگه رو بخواد از طریق اداره این رسانه انجام بده. البته این رسانه ها به خاطر اینی که بنیه مالیشون قابل مقایسه با رسانه های گران قیمت نیست، ممکنه که حوزه دریافت مخاطبشون کمتر باشه، ولی اینو میتونن وسیله قناع مخاطب و محتویاتی که ایجاد میکنن جبران بکنن
و به نظر من الان ما حدود چیزی حدود 60 رسانه فارسی زبان عمده داریم که 4 تاش رسانه بسیار پول داره، ولی حدود 50 تا رسانه که از جانب ایرانیان خیر و ایرانیانی که واقعا دلشون برای سیاست میسوزه داره اداره میشه. و به نظر من اینا یک جای بسیار خوشبختی داره که ما این همه ابزار در دستمون هست که بتونیم با مردم از طریق این رسانه های صحبت بکنیم. با تشکر. من چند تا بساط صحبت های شما رو در مورد دولت در تبعید و ترانزیشن اون به دولت موقت و دولت موازی شنیدم. سوالی که از شما دارم شاید در فرصت این برنامه نباشه توضیح تاریخی اونا که به نوارهای مختلفی شما دارید که توضیح تاریخی رو دادید. من سوالم، گرچه میدونم شما در از لحاظ فلسفی الان دارین این رو بررسی میکنید تا از دید سازمانی، این حق کی هست که بیاد یک حکومت در تبعید درست کنه و آیا متعدد بودن اعلام این حکومت در تبعید با توجه به کشورهای مختلفی امکان داره اونا رو قبول کنه؟ امکان داره اسرائیل یک حکومت در تبعید رو قبول کنه، مثلا عربستان یکی دیگر رو با پاکستان قبول کنن، نمیدونم آمریکا یکی رو قبول کنه. یک مقدار از لحاظ مکانیزم انسجام این دولت در تبعید اگه لطف فرمایید مطلب بگین خیلی خوشحال میشه. شما از خودتون بپرسید که مبنای فلسفی و مبنای حقوقی و مبنای حقانیتی اینی که جمهوری اسلامی دولت رسمی ایران شناخته میشه چیه؟ آیا بهترین گروه انسان‌هایی هستن که میتونن ایران رو اداره کنن؟ آیا حق تاریخی دارن بر کنترل منابع اقتصادی، منابع انسانی، منابع زیست محیطی و سقطنی سرنوشت ملت ایران؟ جواب پاسخ به همه این پرسش‌ها منفیه. دلیل این که جمهوری اسلامی دولت رسمی ایران رسمی نمی‌شه به خاطر اینه که اهرم‌های قدرت رو به دست گرفته. به دست داشتن اهرم‌های قدرت مشروعیت نمیاره، همونطوری که الان طالبان در افغانستان از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نمیشه به خاطر اینکه هویت طالبان قابلیت یا هویت قابل انطباق با دنیای مدرن رو نداره. یا کشورهای دیگه مثل مثلا حکومت بشار اسد هستن که در یک پروسه بروز نارضایتی عمومی و نوعی که او به وسیله با استفاده از نیروهای جمهوری اسلامی این نارضایتی رو سرکوب کرد، مشروعیتش تا مقدار زیادی در دنیا از دست داد. مثلا با وجود اینکه هنوز دولت رسمیه ولی مثلا در جنبه‌های دیگه روابط بین الملل مثل مثلا اتحادیه عرب سوریه رو از گروه خودشون اخراج کردن. ولی در دنیای مدرن اگر از خودمون بپرسیم که مبنای حق حاکمیت ملی چیه یا اصلا حق حاکمیت ملی چی هست که بخواد مبنا داشته باشه، این پرسش رو ژان ژاک روسو در کتاب قراردادهای اجتماعی به ما میگه که میگه که انسان‌ها یک کرامت انسانی دارن. تفاوتی هست بین انسان‌ها و موجودات دیگه و انسان‌ها و اشیایی که روی این کره پیدا میشن به خاطر همون حرفی که در ابتدا زدیم، به خاطر اون پروسه‌ای که انسان درش تولید شده و به خاطر پتانسیل‌هایی که در درون فرزند انسان در بعد به تولدش هست. هر فرزند انسان در بعد به تولد قابلیت جراح مغز شدن، قابلیت سیاستمدار شدن، فلسفه دان بودن، تنیس باز شدن در سطح بسیار عالی رو داره و جوامع رو ما طوری داریم سازماندهی میکنیم و سازماندهی کردیم که فضایی در قسمت‌های محدودی از دنیا به نام کشورها ایجاد بشه که این توانایی پتانسیل و توانایی نهان انسان در لحظه تولد در ظرف 2 دهه به مهارت عیان تبدیل بشه. کل رابطه حکومت و مفهوم حکومت اینه، نقش حکومت ها اینه که آمبیانسی، فضایی ایجاد بکنن که در درون اون فضا فرزندان اون جامعه، فرزندان درون اون مرز در 2 دهه اول زندگیشون به بالاترین مهارتی که در درون دی ان ای اونا تعبیه کرده طبیعت برسن. حالا از شما از خودتون بپرسید آیا جمهوری اسلامی این فضا رو برای ما ایجاد کرده؟ نه. 90% ایرانی‌ها
به اون توان، به اون مهارت حد اکثری که توانشو دارن و پتانسیلشو دارن دست پیدا نمی‌کنن، دقیقاً به خاطر این صلاحیتی که جمهوری اسلامی نداره. حالا من، نظر من و قصد من از مطرح کردن مسئله نظریه دولتی در تبعید این هست که برگردیم به همون تعریف ابتدایی ژان ژاک روسو و ببینیم که آیا ملت‌ها حداقل الان در این شرایط خاص ایران که 90% جمعیت داخل کشورن، 10% جمعیت دارن در کشورهای دموکراتیک و آزاد زندگی می‌کنن، آیا ما میتونیم این ایده رو به مرحله عمل برسونیم حداقل در درون این 10% ایرانی خارج از کشور؟ میشه در مورد این 10% ایرانی خارج از کشور گفت که 90%شون مشروعیت جمهوری اسلامی رو نمیپذیرن، قبول ندارن، حکومت جمهوری اسلامی رو یک حکومت نابحق و نامشروع میشناسن. بنابراین آیا ما قابلیت اینو داریم که این ایده رو در میون اینا تمرین بکنیم، یعنی به یک دولت در تبعیدی بسازیم که دولت مطبوع و ایدئال ایرانیان خارج از کشوره؟ ابزارشو داریم، رسانه‌هاشو داریم، توان مالیش رو که ایرانیان، این 10% ایرانی از توان مالی بسیار بالایی برخوردارن، و ما میتونیم به ایرانی، به جمهوری اسلامی نشون بدیم که این 10% ایرانی خارج از کشور میتونن یه دولت مجازی درست کنن که مثلا وزیر خارجه دولت در تبعید هر روز که وزیر خارجه دولت مستقر یعنی امیر عبداللهیان یک حرکتی میکنه، یک سیاستی رو مورد اجرا قرار میذاره، دولت در تبعید، وزیر خارجه دولت در تبعید در رابطه با همون موضوع اعلام موضع میکنه که اگر ما سر کار بودیم چه میشد. و این به نظر من پیام بسیار بسیار قوی هم برای مردم ایران هم برای ایرانیان خارج از کشور که هنوز درشون اجماع و همگرایی ایجاد نشده، در درون اینا این همگرایی رو ایجاد میکنه. اگر ما بتونیم از این 8 میلیون 5 تا 8 میلیون ایرانی که خارج از کشور هستن براشون نظریاتی رو که برای اینا جذابه و برای اینا قابلیت کار انجام دادن داره و اینها رو بکشونشون به حوزه سیاست بکشون، البته شرکت در تعیین سرنوشتتون آنچنان هم سیاست نیست، انسان بودنه، زنده بودنه. بعضی وقتا آدمایی که میگن من سیاسی نیستم در حقیقت میگن من زنده نیستم، برای اینکه این کسی که همونطوری که اجازه نمیدن موقعی دارن در غرب زندگی میکنن در یک دنیای آزاد زندگی میکنن همسایه‌شون بیاد از دیوار خونه‌شون بره بالا مثلا تلویزیونشون رو برداره بره برای خودشون یه حقوقی قائلن، آیا این حق داشتن یک حکومت مدرن رو برای ایران قائل هستن یا نیستن؟ اگر هستن ما میتونیم از طریق مجازی در خارج از کشور این کار انجام بدیم، یک دولت مجازی، دولت ویرچوال، دولت در تبعید درست بکنیم که موقعی که فراگیر شد و قدرت پیدا کرد روی توان اقتصادی ایرانیان خارج از کشور سوار شد، اون وقت باید ببینیم چه کارهایی میتونه بکنه، میتونه در ادامه کار ایرانیان داخل کشور رو جذب کنه و واقعا قدرت و مشروعیت دولت در مستقر جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه. با تشکر. اگر نگاه کنیم که آینده فضای سیاسی ایران به خواست اونهایی که دموکراسی و سکولاریزم و آزادی رو ترویج میکنن جامعه است که هر خواست اجتماعی نماینده خودش داشته باشه، حزب خودش داشته باشه، کانون خودش داشته باشه که بتونه صداش رو در جامعه منعکس کنه و اگر اون صدا و اون گفتمان غالب هست غالب بیشه، وگرنه در مصالحه با گفتمانهای دیگر این مسئله حل میشه. حالا در زمان این اتحاد یا این هماهنگی ایرانیان خارج کشور برای تشکیل یک دولت در تبعید، در حالی که ما میدونیم رقابت سیاسی رو نمیشه از سیاست گرفت، علتی که فعالین سیاسی فعالیت میکنن برای انعکاس یک خواست اجتماعی است که امکان داره با منافع یک گروه دیگر در اجتماع اختلاف داشته باشه و این روابط بین گروه های سیاسی میتونه از دشمنی و انکار یک دیگر، خرابکاری دیگر، هماهنگ کردن، هماهنگ بودن در کاراشون، همکاری و نهایتا اتحاد و تشکیل یک سازمان فراگروهی که همه رو تشکیل میده. آیا ما در این مرحله احتیاج داریم که تمام بحث های
به اصطلاح مبارزات انتخاباتی و مبارزات نظر و فعالیت های سیاسی رو کنار بذاریم برای همه با هم و یک صدا، که همین اشکالی بود که اول انقلاب رفتیم، یا یک از لحاظ استراتژی میشه این رو تعیین کرد که یک هماهنگی باشه بین این گروه ها، هماهنگی ایجاد کرد، حتی همکاری مستقیم هم نمیخواد، اون کارش بکنه نم کار خودش کنه، ولی یه هماهنگی ایجاد کرد تا این نقاط شبکه رو که آردی تشکیل شدن به هم اتصال داد و از اتصال مجموعی این شبکه یک نتورک سیاسی درست کرد که مثل یک به اصطلاح توری نگهبان ایران و ایرانی میشه در دوران تغییر. دلم میخواست نظر شما رو با نحوه نگرش گروه های سیاسی که هم هدف هستند، که جمهوری اسلامی نمیخوان، یک حکومت سکولار میخوان، تمامیت ارضی کشور رو قبول دارن و آزادی و دموکراسی از خواستاشونه، به اینها معتقدن، چگونه میتونن کار کنن تا اون حکومت در تبعیدی که شما میفرمایید شکل بگیره و شکلش بزرگ و بزرگتر بشه تا تهدیدی برای جمهوری اسلامی و جایگزینی یا اقلا انتقالی برای گذار از جمهوری اسلامی باشه؟ من این سوال بسیار پیچیده ایه، این پرسشی که شما میکنید، من میخوام یه ساده سازیش کنم بعد بهش پاسخ بدم. میخوام مقایسه کنم این پرسش شما رو با این یک تجربه ساده، یک مثال ساده. فرض کنیم که ایرانی ها یه عده هستن با هم دیگه که یک ظرف آب دارن، این ظرف آب جمهوری اسلامیه، میخوان این آب رو منجمدش کنن، منجمد شده این آب یا یخ این آب میشه حکومت دموکراتیک ایران. حالا این منتها این عده سر اینی که آب در چه درجه دمایی یخ میزنه با هم دیگه اختلاف نظر دارن، یکیشون میگه در دمای 0 درجه، یکیشون میگه، یه حزب دیگه داره میگه در دمای 5 درجه، یکی میگه در دمای 10 درجه، و این اختلاف نظر در نقطه انجماد آب رو کردن محل بحث، کردن مبنای زندگی سیاسی، و به عمل یخ زدن آب و انجماد آب نمیپردازن. در صورتی که اگر همین گروه در عین حال که این اختلافا رو با هم دیگه دارن بگن بسیار خوب، تو نظر خودت نسبت به نقطه انجماد آب نگه دار، تو هم نظر خودت نسبت به نقطه انجماد آب نگه دار، ولی در عین حال که نقطه نظر خودمون داریم، بیا این آب رو سردتر و سردتر و سردترش بکنیم. بعد که آب یخ زد، ما میفهمیم که کدوم ما، درک ما از دمای یخ زدن آب صحیح تر بوده. هم یاد میگیریم همینی که اجازه ندادیم که بحث کردن به ما توهم عمل سیاسی رو بده. بنابراین امید یه فاکتور بسیار مهمیه. ببین امید، هگل میگه امید در دل کسانی که هنوز راه خودشون انتخاب نکردن جایی نداره. شما امید رسیدن به مقصد تا زمانی که راه نیافتیم توی مسافرتتون که امید به مقصد رسیدن نداریم که. منتها اگر ما بشینیم توی اتاق نشیمنمون با 10 تا همسفر خودمون ساعت‌ها درباره مسافرت بحث بکنیم، ممکنه توهم مسافرت داشته باشیم، ولی هرگز به مسافرت دست نخواهیم زد. به نظر من نظریه دولت در تبعید، اون نظریه‌ای که میگه بیان شروع کنیم به سرد کردن این آب، بعد موقعی که فهمیدیم، یعنی توی این پروسه همه میتونن با هم دیگه دخالت داشته باشن، خود این عمل هیچ مغایرتی با اهداف حزب شماره 1 یا حزب شماره 2 یا حزب شماره 3 نداره. اگر کسانی هستن که ادعای خودشون از درک نقطه انجماد آب رو، یعنی میتونن آب در 0 درجه یخ میزنه ولی ادعا میکنن در 10 درجه یخ میزنه، اون آدما ممکنه وحشت داشته باشن از اینی که به راه بیفتیم و شروع کنیم به سرد کردن آب، و بالاخره همه میفهمن که آب در چه نقطه‌ای سرد خواهد شد. بنابراین دموکراتیزه شدن ایران به نظر من لازمه این هست که ما یه سری، اینشتین یک فیزیسیست دیگه، فیزیکدان دیگه میگه که یه کاری رو دوباره و سه باره و چهار باره و چند باره کردن و انتظار متفاوتی داشتن عین جنونه. بنابراین برای اینکه از کارهایی که در گذشته شده جلوگیری کنیم و یه کار جدید بکنیم، به نظر من مبنای این کار جدید میتونه نظریه دولت در تبعید باشه که تمام احزاب و گروه‌های سیاسی در درونش به تناسب وزن سیاسی خودشون
نماینده دارن، ممکنه وزیر خارجه ما عضو شماره یک باشه، وزیر کشاورزی ما عضو حزب شماره دو باشه و به همین ترتیب یک رنگین کمانی از تمام طیف‌های سیاسی در درون این دولت در وجود دارن. ولی این دولت خدمتگزار ملت ایرانه به وسیله اعلام کردن مواضع یک دولت مدرن که در تباین و مقایسه بسیار برجسته‌ای با سیاست‌های ایران ویرانساز جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. جناب دکتر، تا حالا چقدر در مورد تشکیل این ارتباط و به اصطلاح قرار گرفتن کنار هم کار شده و برنامه قدم بعدی چیست؟ و خب مسلما ما میگیم که سفر هزار فرسنگی با قدم اول شروع میشه و قدم اول یه فیلسوف بزرگ آمریکایی به اسم هورس میگه اون کسانی که شروع کردن نصف کارشون انجام دادن. بنابراین اینی که ما مسئله دولتی در تبعید رو ارائه دادیم و بحث الان بحث هست در درون اپوزیسیون و در همون ابتدایی که این مسئله مطرح شد یه دیش شدیدن در مقابلش موضع گرفتن. اون کسانی که موضع گرفتن اون کسانی بودن که میترسیدن در ادامه طول راه ما خودمون حرکت ما دمای یخ زدن آب رو پیدا کنه و معلوم بشه تا سیاه روی شود هر کی در رو قش باشه. ولی الان به نظر من خیلی توی جامعه مطرحه، برای اینکه راه حل‌های دیگه جواب نداده و این تنها نظریه‌ای هست که ایرانیان رو محق و صاحب حق تعیین سرنوشت خودشون میدونه. نظریه‌ای هست که من به شما قول میدم دکتر انواری که اگر ایرانی ها دور تز دولتی در تبعید جمع بشن و ایرانیان خارج از کشور 10% ایرانیان خارج از کشور یعنی 800,000 نفر، 1,000,000 نفر از این 8,000,000 نفر، 500,000 نفر دور این جمع بشن و شرکت فعال درش بکنن، رأی ریزی قابل اثبات به کشورهای دیگه با تشریک مساعی مؤسسه‌های نظرخواهی معروف و معتبر دنیا نشون بدن که ایرانیان خارج از کشور در این فعالیت دارن و این نمایندگان دولت در تبعید نمایندگان مشروع این دسته از ایرانیان خارج از کشور هستن، وسیلهش فراهم هست که با ایرانیان داخل کشور هم همین وسیله رو برقرار بکنیم. به نظر من ما میتونیم به سرعت واقعا حقانیت نمایندگان جمهوری اسلامی رو در سازمان‌های بین‌المللی، در سازمان ملل، در اتحاد مقر اروپایی سازمان ملل، در اتحادیه اروپا، در بروکسل، در حتی در تمام مراجع بین‌المللی ما میتونیم مشروعیت جمهوری اسلامی رو به چالش بکشیم و ایرانی‌ها رو دور همدیگه جمع بکنیم. واقعا 8 میلیون ایرانی خارج از همدیگه بودن، دور از هم بودن، اتمیزه بودن، هیچ فرقی نمی‌کنه ایرانی باشن یا نباشن. تنها تفاوت ایرانی بودنشون یا نبودنشون ممکنه آخر هفته به جای استیک چلو کباب بخورن. ولی تا به هم نپیوندن، واقعا پیوستن ما قدرت ماست. جدا از هم دیگه ما به هیچ وجه نمیتونیم این کارهایی که در صلاحیت ما هست و لازم هست انجام بشه تا جمهوری اسلامی تن به گذار بده. حالا من درباره انقلاب و سرنگونی و اضمحلال و تحول و اینو صحبت نمی‌کنم، بلکه در مورد اینی که به جمهوری اسلامی تحمیل بکنیم که به پروسه گذار و واگذار کردن حق حاکمیت ملی به نمایندگان واقعی ملت ایران تن در بده. به نظر من کاملا امکان پذیر هست که ما این کار رو به وسیله تحلیل‌های نوین و واقع‌گرایانه از آینده دنیا و ارائه دادن ابزار و ساختن ابزارهای ارائه دادن نظریه‌ها و ساختن ابزارهایی که منطبق هست با این تحلیل‌های مدرنی که قابلیت پیش‌بینی اتفاقاتی که در 10-20 سال آینده دنیا می‌افته داشته باشه، من معتقدم که ما کاملا تمام ابزار اینی که در ایران یک حکومت دموکراتیک بسیار بسیار مدرن‌تر از تمام کشورهای خاورمیانه بسازیم به سرعت کاملا در دسترس ماست. این امیدی که شما بهش اشاره میکنین اون چیزی که در مردم داخل ایران شاید به خاطر فرسودگی نداشتن آزادی و اقتصاد بد از دست دادن یا مقدارش بسیار کمه، چگونه میتونین این امید رو به فردای آزاد و آباد و به اصطلاح غیر دینی ایران رو به امید بدید و این تغییر رو مرحله سخت برای کسانی که زندگیشون در حال حاضر بسیار سخت میگذره و امکان داره این تغییرات
در جریان تغییر سخت درش کنه، چگونه به اونا اطمینان بین امید و اطمینان به مردم ایران که این آینده روشنه و قابل اجراست و شدنیه، فقط شما باید بخواین ایران آزاد رو بخواد. این خواستن در ظرف 40 سال با بلنگوها و شلاق زدن و زندان جمهوری اسلامی کم شده. چگونه میتونین شما، میدونم که در علم روانشناسی و تأثیر افرام نورال سیستم روانشناسی رو بررسی میکنیم، چگونه این روانشناسی اجتماعی رو به باور مردم انتقال بدیم که این امکان پذیره؟ پیکاسو میگه هر چیزی که شما تصور بکنید قابل جامعه عمل پوشوندنه، واقعیه. ما اول باید تصور بکنیم، اول باید ایمجین بکنیم. سعدی ما میگه ادب از که آموختی؟ از بیادبان. بیادبان در اینجا جمهوری اسلامی هستن، بیادبان در اینجا اسلام سیاسی هست. از خودتون بپرسید اسلام سیاسی چه شکلی یک حکومت مدرن رو سرنگون کرد؟ میدونین چه شکلی؟ با حرف زدن. اینها نمایندگانی داشتن که تنها نمایندگانی بودن که در داخل ایران میتونستن برن بالای منبر. آخوندها تو ایران، مرجعیت روحانی و شیعه در ایران سلاح نداشت، رادیو تلویزیون نداشت، شبکه های اجتماعی نداشت، یوتیوب نداشت. تنها چیزی که داشت منابری داشت که بالای اون منابر هم تنها حرف میزدن. سلاح تقسیم نمیکردن، غذا نمیدادن، آنچنان توان مالی نداشتن که بتونن مردم رو تحریک کنن، تنها صحبت میکردن. منتها یک صحبتی رو، یک قسمت بزرگی از آموزش و پرورش تکراره. این جامعه ایدئال خودشون رو به زبان اون کسانی که قابلیت دریافت پیام اینا رو داشتن دوباره و سه باره و چند باره گفتن، انقدر گفتن تا به اندازه کافی سرباز پیدا کردن که جلوی کسانی که جلوی سربازان یک ارتش مدرن قرار بدن و حکومت پهلوی ها رو سرنگون بکنن. ما هم باید فکر کنم تنها راهی که وجود داره، همه کشورهای دنیا از همین راه این کار رو انجام بدن، یعنی ابتدا اهداف قابل دسترسی رو بر اساس تحلیل‌های مشخص از آینده نوشتن، بعد اونا رو به وسیله یک عده همفکر و همدل اونها رو به میون مردم بردن، دربارش صحبت کردن و بعد امید رو در دل مردم زنده کردن، امید رو نقش بستن در ذهن و روح مردم ایران. و اینی که این گروهی که مردم ایران اگه به جنبه این جنبندی برسن بگن این گروهی که دارن در این دنیای ایدئال و این نحوه رسیدن به این حکومت ایدئالشون دارن صحبت میکنن، هم میفهمن چی دارن میگن و هم راهی که میگن عملیه. به نظر من به این ترتیب ما میتونیم واقعا این موجی رو که در 48 43 سال گذشته ساکت بوده، در این حال که این طوفان داره جمع میشه ولی هنوز نتونسته اون آینده که مردم ایران حاضرن به خاطرش جون بدن رو به مردم قانع کنه که این گروه خاص قابلیت ساختن اون آینده رو برای شما دارن. برای اینکه ما بتونیم همچین کاری بکنیم، یک همچین اطمینان یا همچین حقانیتی از مردم ایران دریافت کنیم، ابتدا باید یک مدل به قول آمریکایی‌ها، به قول دانشمندان سلف کنسیستنت داشته باشیم. یه مدلی داشته باشیم که بگیم که این مدل بر اساس این تحلیله. دنیا امروز اینا بازیگران اصلی دنیا هستن، بین بازیگران اصلی دنیا داره یک همچین روابطی داره تکوین میشه، داره شکل میگیره و قرار 20 سال آینده اینجوری باشه و اگر ما خودمون رو آماده نکنیم 20 سال آینده یا ما افغانستان میشیم یا آلمان. برابری این راه ما هست برای آلمان شدن، اینم راه ما هست برای اینکه جلوگیری کردن از اینکه یک کشور فیل استیت داشته باشیم و تبدیل به افغانستان بشیم و جنگ‌های دائمی. به نظر من اگر ما بتونیم این رو مردم رو قانع بکنیم که این مدلی که بهش داریم صحبت می‌کنیم مدل قابل دسترسی هست، در اون صورت امکان دسترسی بهش کاملا وجود داره. جناب دکتر، ما میدونم که شما هم مثل من سالهای سال در خارج کشور زندگی کردید و آشنایی شما با روحیه و فرهیختگان ایرانی که از سیاست به قول شما دور وایسادن و میگن یا اقلا میگن که ما سیاسی نیستیم، این چگونه میبینید که این ایرانی های خارج کشور که وضع مالیشون هم خوبه چه مسئولیتی دارن نسبت به برنامه‌ای که گفتید که در 20 سال آینده راهمون یا افغانستان شدنه یا آلمان شدنه؟ مثل که آقای دکتر قطع شد. ببخشید،
جناب بهبانی شما تشریف دارید. من با اجازتون برنامه رو در اینجا تمام میکنم. مثل که ارتباط ما با آقای جناب اللهیار کنگرلو گویا ارتباطشون به ما قطع شد، در اینجا برنامه رو به پایان میرسونیم. با امیدوارم که در روزی دیگر و زمان دیگر در خدمت شما باشیم. مجدداً با تشکر از تلویزیون میهن و به امید دیدار هفته آینده در همین موقع در همین زمان.